به حمدالله همه شما ها منسجم و مشغول خدمت هستید. وقتی که اسرا را میگیرید، اسرای مجروح را میگیرید یا اسرای سالم را میگیرید، توجه بکنید که اینها اسیر شما هستند، اینها امروز تحت سلطه شما هستند و شما با اسرا باید رفتارتون رفتار بسیار اسلامی و انسانی باشد. هنگامی که شما به اسارت رزمندگان اسلام در آمدید، رفتار آنها با شما چگونه بود؟ آنها با ما رفتار خیلی خوبی داشتند و از ما استقبال کردند و به ما غذا و سیگار دادند و به بهترین نحو با ما رفتار کردند. وقتی مرا برای مداوا به بهداری بردند، در همان موقع یکی از نیروهای رزمنده اسلام را که مجروح شده بود به بهداری آوردند، ولی ابتدا من را پانسفان کردند و سپس به مداوای آن برادر رزمنده پرداختند. به هر حال پس از تحمل سالها رنج و غم اسارت، 18 سال پیش در روز 26 مرداد سال 1369 نخستین گروه از آزادگان سرفراز به میهن اسلامی امان بازگشتند. در میان آزادگانی که چند روز بعد به میهن اسلامی بازگشتند، فردی از سلاله زهرا بود که در مدت اسارت کمک شایانی به حفظ روحیه ی آزادگان کرده بود. حجت الاسلام و المسلمین مرحوم سید علی اکبر علی ترابی فر. یکی از عواملی که توانست روحیه آزادگان را در دوران سخت اسارت حفظ کند، یاد امام خمینی رحمت الله علیه بود، رهبری که آزادگان با یادآوری صورت و سیرت نورانیش قوت قلب می گرفتند. اما اینک آزادگان در شرایطی به میهن باز می گردند که بیش از یک سال از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گذشته. به روز پس از بازگشت نخستین گروه از آزادگان به میهن اسلامی، جمع زیادی از آزادگان به دیدار مقام معظم رهبری شتافتند تا با ایشان بیعت کنند. می‌دانیم ما که شما در طول دوران اسارت در زندان‌ها، در اردوگاه‌های دشوار، در زیر اون فشارها، یکی از چیزهایی که شما رو، دلهاتون رو زنده نگه می داشت، پر امید نگه می داشت، یاد اون چهره و روحیه پرتلاوت امام عزیزمون بود. اون بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا بودن. آزادگان آمدند در حالی که فرهنگ نامه والای آزادگی و ایثار، صبر و استقامت و مردانگی و شهامت را برای ما برمغان آوردند. باشد که قدردان رنج ها و غم هایشان در مدت اسارت باشد.